ژنرال جان کمپبل، فرمانده ایساف، در این مراسم گفت همکاری و منافع مشترک امنیت افغانستان را تضمین خواهد کرد. گروه کوچکی که باقی میماند پایه مستحکمی برای همکاری توانمند ما در افغانستان است. منافع و همکاری مشترک ما را در امنیت افغانستان سهیم میکند. در کنار هم شکست نخواهیم خورد، در کنار هم پیروز خواهیم شد. آمریکا که اکثر نیروهای نظامی خارجی در افغانستان را تامین کرده بود، تا کنون حدود 61 میلیارد دلار برای آموزش 350 هزار نیروی امنیتی و نظامی افغانستان کمک کرده است. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در ماه سپتامبر گذشته به این مقام رسید. توافق امنیتی دو جانبه با آمریکا و ناتو را امضا کرد که بر اساس آن 13500 نیروی نظامی ائتلاف بین‌المللی که حدود 10000 تن از آنها نیروهای آمریکایی هستند، برای مشاوره و کمک به آموزش‌های نیروی امنیتی افغانستان در آن کشور باقی خواهند ماند. دولت آمریکا گفته است نیروی نظامی آمریکا لااقل در چند ماه اول سال 2015 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. حنیف اطمر، مشاور امنیتی اشرف غنی، در این مراسم گفت افغانستان به کمک نیروهای بین‌المللی نیاز دارد. ما در جنگ همکاری با شما را آغاز کردیم و اکنون برای ساختن ارتشی قدرتمند و افزایش توانایی‌های نیروهای مسلح افغانستان به کمک شما نیاز داریم. شماره نیروهای کمک به امنیت افغانستان، ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل گرفت، در اوج خود به حدود 140 هزار نفر رسید که از 50 کشور جهان در جنگ علیه طالبان شرکت کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، از جمع 3500 نیروی نظامی کشته شده در جنگ 13 ساله در افغانستان، بیش از 2200 تن نیروهای نظامی آمریکایی بودند. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.